درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا در پاسخ به بعضی از دوستان که در مورد سناریو سم پاشی هوایی، همون کم تریل پاشی بر صورت از سطح آسمان بر روی زمین اتفاق میفته، میخواستم به چند نکته اشاره کنم. اولا بعد وقتی خلاصی که وارد این بحث بشیم، باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در این موارد نمیتوانیم به منابع موثقی تکیه کنیم، چون اینها عملا در راستای اهداف نظام سلطه جهانی هستش و هیچ گونه منابعی ازش به بیرون درج نمی کنه و منابعی هم که درج کرده در این مورد گفتن که به خاطر جلوگیری از گرمایش کره زمین هستش و الواقی مسائل تئوری توته است. ولی خب با رصد اطلاعات چندین سال گذشته و کسانی که در درون سیستم بودن و بعدها در این مورد صحبت کردم، متوجه میشیم که با بالا رفتن آمار مرگ و میرها و مریضی های مختلف، این مسئله نمیتونه برای سلامت بشر مفید باشه و مطمئنن همون تئوری که خیلی ها در موردش صحبت کردن، مخصوصا رئیس سابق سیا. Death dumps, otherwise known as chemical trails, are being dropped and sprayed throughout the United States, in England, Scotland, Ireland, Northern Europe, and I have personally seen them not only in the United States but in Mexico and Canada. Birds are dying around the world. Fish are dying by the hundreds of thousands around the world. This is genocide. This is poison. This is murder by the United Nations. This element within our society that's doing this must be stopped. I happen to know of two of the locations where the airplanes are that dump this crap on us. Four of the planes are out of Air National Guard Lincoln, Nebraska, and the other planes are out of Fort Still, Oklahoma. I personally have observed the planes that were standing still in Nebraska, Lincoln, Nebraska, at the Air National Guard. They have no markings on them. They're huge bomber-like airplanes with no markings. This is a crime. چندین سال پیش در این مورد صحبت کرد که چندین سال هست. یعنی چندین سال هستش که این روند ادامه پیدا میکنه و مطمئنا شما هم در شهر و روستایی که زندگی میکنید این برشت ابرهای زیبا رو دیدین و خیلی هم باش استوری گذاشتین. ولی خب در مورد باید توضیح بدم که خیلی از خلبانانی که این پروازها رو انجام میدن از واقعیت قضیه آگاه نیستن، یا اگر هم آگاه باشن بر اساس اون اندیشکده یا اون دانشگاهی که برشت ازش خارج شدن و به این موضوع باور دارن که این کار برای اونها و به حال بشر مفید هستش. ولی خب وقتی شما ببینید این امواجی که به حال این ابرهایی که از پشت مخازن هواپیما بیرون میاد و بعداً به شکل موج در میاد و نمای زیبایی هم به آسمون میده، دقیقاً مثل این قضیه هست که شما یک توده‌ای از ابر رو رها میکنید و بعد به واسطه یک میدان مغناطیسی به آنها موج وارد میکنی. اگر بخوام خیلی ساده تر بگم، مثل این که در یک سطح آب شما یک سنگ رو بندازی و موج درست کنی. یعنی بعد از اینکه اینها از مخازن هواپیما به بیرون میان، اگر دقت کنین به صورت ممتد هستن که خارج میشن و بعد به واسطه اون میدانهای مغناطیسی و ارتعاشاتی که حالا میشه ازش به عنوان هارپ نام برد، اینها رو پخش میکنن و میبینیم که اون شکلها، حالا اگر دوستان لطف کنن تو تصاویر هم نشون بدن، به صورت موج‌های بعضن زیبایی نمایان میشه. این یک توضیحی بودش که باید در این مورد اشاره کنیم و این موج‌هایی که شما دارین می‌بینین به خاطر اون هواپیما نیستش. بعد از اینکه اون مواد از مخازن هواپیما خارج شد، به واسطه میدان‌های مغناطیسی و ارتعاشاتی که درست می‌کنن، باعث پخش شدن اونها میشن که بتونن وسعت اون رو بیشتر و بیشتر کنن. یک برصورت بحث کوتاهی بود در مورد سوال خیلی از دوستان در مورد کم تریل.